حادثه‌ای که تمام مردم افغانستان و جهان از آن ترس داشت اتفاق افتاد. طالبان دانشجویان دختر دانشگاه پنجشیر را در مسیر را آزار و اذیت می‌کنند. یک جوان 22 ساله در فاریاب خودکشی کرد. یک دختر جوان در هرات خودکشی کرد. یک تن در غزنی به گونه مرموز به قتل رسیده است. و طالبان و نظامیان پاکستانی بار دیگر در دندپتان پکتیا درگیر شدند. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تا آخر این ویدیوی مهم با ما باشید. یک جوان 22 ساله در فاریاب خودکشی کرد. منابع محلی در فاریاب گفتند که یک جوان در این ولایت خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگیش پایان داده است. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که این جوان صبح روز شنبه 28 عقرب در نای ششم شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب خود را حلق‌آویز کرده است. به گفته منابع این جوان احسان الله نام داشته و 22 ساله بوده است. طالبان با تایید این رویداد دلیل خودکشی او را اختلال روانی خواندند. یک دختر جوان در هرات خودکشی کرد. منابع محلی در هرات از خودکشی یک دختر جوان در این ولایت خبر می‌دهند. منابع روز شنبه 28 عقرب در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که یک دختر جوان در قریه مرچخان ولسوالی کرخ در ولایت هرات با شلیک گلوله به زندگیش پایان داده است. منابع دلیل این خودکشی را اختلاف خانوادگی عنوان کردند. طالبان دانشجویان دختر دانشگاه پنجشیر را در مسیر را آزار و اذیت می کنند. شمار از دانشجویان دختر دانشگاه پنجشیر به خبرگزاری آماج نیوز گفتند که طالبان به بهانه های مختلف در مسیر را آنان را آزار و اذیت و تهدید به بازداشت می کنند. این دانشجویان با ابراز نگرانی از برخورد جنگجویان طالب گفتند با وجود رعایت کردن همه قانون های سختگیرانه طالبان، پوشیدن حجاب سیاه و ماسک، باز هم طالبان ما را بسیار اذیت می کنند. با این وضعیت تمرکزمان را نسبت به درس از دست می دهیم. یکی از دانشجویان به خبرگزاری آماج نیوز گفت طالبان در مسیر را به هر پوستشان موترها را متوقف می کنند و به بهانه های مختلف اذیتمان می کنند. از سوی هم یکی از رانندگان دانشجویان دختر در پنجشیر به خبرگزاری آماج نیوز گفت چندین سال است در این مسیر رفت و آمد دارم. هر روز هر طالب به نوبه خود برای ما هشدار می دهند و مانع درس خواندن محصلین می شوند. این راننده می افزاید هنگامی که طالبان راننده ها را اخطار می دهند، طالبان دیگر با دیدن این صحنه خوشی می کنند و به رقص و کف زدن می پردازند. با این حال این دانشجویان خواهان در میان گذاشتن این موضوع با مسئولین طالبان و خواستار رسیدگی به مشکلشان شده اند. یک تن در غزنی به گونه مرموز به قتل رسیده است. منابع محلی در غزنی از قتل یک تن به گونه مرموز در این ولایت خبر می دهند. منابع روز شنبه 28 عقرب گفتند که این رویداد شب گذشته در روستای دیاجی ولسوالی خواجه عمری این ولایت رخ داده است. به گفته منابع این شخص از باشندگان ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی بوده است. منابع افزودند که این فرد شب گذشته در منزل یکی از باشندگان روستای دیهاجی مهمان بوده و صبح امروز جسدش از این منزل پیدا شده است. منابع تاکید دارند که چگونگی این رویداد تا اکنون مشخص نیست. همزمان با این، خالد سرحدی سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در غزنی با تایید این خبر گفت که مالک منزل در پیوند به این رویداد بازداشت شده است. او افزوده است که جسد جهت تحقیق بیشتر به طب عدلی منتقل شده است.
طالبان و نظامیان پاکستانی بار دیگر در دنپتان پکتیا درگیر شدند. منابع محلی در ولایت پکتیا از یک درگیری دیگر میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در ساحه مرزی ولسوالی دنپتان ولایت پکتیا خبر می‌دهند. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که این درگیری حوالی ساعت 3:30 عصر روز شنبه 28 اقرب در ساحه دروازه خرلاسی در ولسوالی دنپتان این ولایت میان طالبان و نظامیان پاکستانی رخ داده است. از جانب دیگر مقام‌های محلی طالبان در پکتیا می‌گویند این اتفاق زمان افتاده که نظامیان پاکستانی بالای یک موتر غیر نظامیان مردم خیبر پختونخوا به هدف نفاق افغانی تیراندازی می‌کردند. طالبان افزودند که در اثر این رویداد به کسی آسیب نرسیده است. به گفته طالبان این درگیری نیم ساعت ادامه داشته است. حادثه‌ای که تمام مردم افغانستان، طالبان و جهان از آن می ترسید. گروه‌های تروریستی در خیبر پختونخوا از اسلحه‌های آمریکایی استفاده می کنند. گزارش از خبرگزاری اندپندنت فارسی. رسانه پاکستانی روز چهارشنبه 25 اقرب به نقل از یک مقام ارشد امنیتی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان خبر داد که گروه های تروریستی در این ایالت به اسلحه های پیشرفته امریکایی دست یافتند. این ادعا پس از آن اعلام شد که دو افسر پلیس این منطقه شب هنگام با استفاده از اسلحه های مجهز به دوربین های شب‌بین کشته شدند. در روزهای اخیر چندمین حمله مستقیم به پلیس پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا گزارش شده است. در یکی از موارد دو افسر پلیس در یک ایست بازرسی واقع در دره اسماعیل خان شب هنگام هدف شلیک گلوله قرار گرفتند. پلیس خیبر پختونخوا پس از این حادثه اعلام کرد بررسی هایی که در این مورد انجام داده است نشان می دهد این افراد با استفاده از اسلحه حرارتی مجهز به دوربین های شب‌بین هدف قرار گرفتند. یکی از مقام های ارشد این ایالت به رسانه های پاکستانی گفت اسلحه حرارتی استفاده شده در این حمله همان اسلحه است گردش امریکا در افغانستان استفاده می کرد. او اضافه کرد که این اسلحه ها اکنون در حملات به گروه های قومی و پلیس در خیبر پختونخوا استفاده می شوند. در همین حال پلیس خیبر پختونخوا نیز مشخصا در خصوص استفاده تروریست ها از اسلحه های امریکایی با هدف حمله به ایستگاه بازرسی های پلیس پاکستان در مناطق حساس و ناامن هشدار داد. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر شما را به الله یک تا می‌سپاریم.